گوریل قزاق. تایتان، تو رو مثل این کاغذ. سلام بچه ها، چطورید؟ براتون سورپرایز دارم امروز، براتون سورپرایز بزرگ دارم امروز. سجاد غریبی با برنامه زل نهم مصاحبه کرده و باز ترکونده. قراره یه فایت داخل ایران داشته باشه با یه مبارز دیگه به اسم گوریل قزاقستان. دیگه هیچی سر جاش نیست. قدیما شخصیت های کارتونی و اینا همشون مثلا تو کارتون بودن، حیوانات تو جنگل بودن، ولی الان دیگه همشون ریختن تو اینستاگرام گوریل قزاق و نمیدونم هالک ایران و نمیدونم خرس. تو این ویدیو میخوایم ببینیم مصاحبه سجاد غریبی رو با هم دیگه ببینیم چیا گفتن. پیشنهاد بازیگری تو هالیوود داشته سجاد. تاریخ دقیق مبارزش با گوریل قزاق توی ایران. گوریل قزاق رو میخوام نشونتون بدم بچه ها. این دیگه سمتر از خود سجاده. خیلی سمه این بچه. این پیج اینستاگرامشه، قزاق تایتان. فالوورش پایینه بچه، اومده بخورده فالوور بگیره بپره به سجاد ما. در واقع تمام اینا با هم دیگه حرف زدیم تو این ویدیو، پس خوشحال میشم با من همراه باشید. سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من مشتبهام و اینجا مثل هلو به ویدیو جدید خوش اومدید. خیلی خوشحالم که دارید منو نگاه میکنید. یه مدت بود خیلی کم رنگ شده بود داستان سجاد غریبی و مبارزش با مارتین فورد که کنسل شد و اینا. بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بیاید گوریل قزاق رو بندازیم وسط. اومده به سجاد غریبی پیشنهاد داده که به ما هم مبارزه کنیم. ویدیو از خودش گرفته که ایرانیان هالک شما بزدل هستی. I'm هالک، ریل هالک. من حال که بعد نمیدونم چرا صداشون هم باید کلوف کنم. بیا با من مبارزه کن. شکست. یک کاغذ گرفته دستش، عکس سجاد پاره میکنه، نمیدونم عکس سجاد رزده رو کیسه بوکس مشت میزن، از این کارا دیگه، از این خزبازی ها. خلاصه سجاد دعوت مبارزه کرد، بعد سجاد غریبی هم لبیک گفت. خدا خواسته گفت چی بهتر از این، اون یکی نشد، اینو حتما میتونیم بزنیم. فقط سجاد گفت که من سورپرایز دارم واسهتون و من عاشق سورپرایزم. فقط یه درخواستی که از سجاد دارم اینه که توی این فیس تو فیس جان هر کی دوست داری آبروداری کن، جای فیس تو فیس قبلی هنوز درد میکنه. 10 روز دیگه توی ایران فیس تو فیسشونه، توی ایران، توی خود پای تخت، توی خونه میخوایم بکوبیم یه گوریلو. اینطوری بهتون بگم، من که خیلی هیجان دارم واقعیتش واسه این. سجاد فالوور گرفته 500K بود، الان شده 1,000,000 خوردی. تبلیغ میکنه، نمیدونم از تبلیغ ساعت بگیر تا تبلیغ سیسمونی بچه بگیر، همه چی. خب تبلیغ ساعت کرده بود سجاد. من رفتم توی پیج ساعت فروشیه، همه زیر پست ساعت فروشیه کامنت هیت گذاشته بودن، نمیدونم بیزینس ساعت باقی مونده یا از بین رفته. این بحث مبارزه بود که 10 روز دیگه هممون منتظرشیم. حالا جالبیش اینه، مدیر برنامه های سجاد گفته که فورد دلغک توی دسته های نمیدونم چندم حالا توی هالیوود بازیگری میکرده و اینا. سجاد ما پیشنهاد داشته واسه نقش اول، ولی چون سجاد مبارزه رو دوست داشته پیشنهادشون رو رد کرد. فقط نمیدونم چرا جسارت نباشه، ولی اصلا نمیخوره به اینکه مدیر برنامه باشم. خب نمیدونم حالا حس من اینه یا حس شما اینه، کلا به این ترکیب نمیخوره که فایتر باشه مدیر برنامه باشه، میدونی؟ چون یه استایل یه سی باید داشته باشه. آره دیگه، سجاد هالیوود رو قبول نکرد. با وقتی که مجری ازشون میپرسه نظرتون درباره گوریل قزاقستان چیه، میگه یکی از این ضربات مهلک آقا سجاد رو بخوره، این اولین و آخرین مسابقهش خواهد بود. هممون ضربای مهلک سجاد رو دیدیم و بر هیچ کسی پوشیده نیست. توی ویدیو قبلی که لینکشو بالا واسهتون میذارم گفتم مقابل مارتین فوردم سجاد میبره، دلایلش هم واسهتون آوردم. اینجا که دیگه چیزی نیست، یعنی گوریل قزاقو فکر کنید من سجاد غریبی ام و این گوریل قزاقه، سجاد غریبی این کار رو باهاش میکنه، تمام. و وقتی مدیر برنامه هالک ایرانی از ضربات مهلک سجاد غریبی گفتن، من ناخودآگاه یاد اون مشتایی افتادم که تو رستوران میزدن، یا اون ضربات مهلکی که توی فیس تو فیس به مارتین فورد زدن. به هر حال با اینکه هیچ کدوم از این برنامه ها اصلا به فایت و نمیدونم به این داستان ها نمیخوره، بیشتر شبیه سرگرمیه و من کامل اینو دوست دارم، عاشق سرگرمی هم. چه بهتر از این. کنفرانسشون دیدید با مارتین فورد با موبایل روی سپاهی گذاشته بودن داشتن فیلم میگرفتن، اینجا نشستن که تمام پاهاشون زیر میز معلومه. کدوم کنفرانس خبری رسمی اینطوری میان پوشش میدن؟ کسایی که واسه خودشو داری مطمئنی دوربین دارن، بعد تو در سطح جهانی
داری میری این کارو میکنی، با موبایل دارید فیلم میگیرید، نشستید اونها 4 تا پاپ کورن گذاشتید رو میز، بذارید به اونا دیگه نپردازیم. خب مارتین فورد مرد، مارتین واسه ما مرد، الان حریف ما گوریل قزاقه. جدا از این صحبتایی که کردیم، میخوام یه بحث جدی بکنم باهاتون بچا توی انتخاب الگو دقت کنید. باید یه الگو واسه خودتون قرار بدید که شما بشید الگو. مدیر برنامه سجاد داره میگه بچهای 10 ساله سجاد رو الگوی خودش قرار داره، ولی از حق نگذریم، من عاشق استایل سجادم. همیشه باز میشین گوریل قزاق، تایتان، تو رو مثل این کاغذ. تو این ویدیو خواستم درباره گوریل قزاق هم واسه تون بگم، ویدیوهاشو نشونتون بدم، سمایی که گذاشتی تو پیجشو نشونتون بدم، ولی خب یه ویدیو جداگونه واسهش میسازم، توی ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم. کلن یه خورده درباره گوریل قزاق هم با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، خوش میگذره. آره یعنی اینقدر سمن که مگو. خب بچا بریم خودمون آماده کنیم که توی تهران قراره در روز دیگه معارضه گوریل قزاق و حال کیرانی رو با هم دیگه ببینیم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین و با من همراه بودید. اگه ویدیومو دوست دارید حتما کانال یوتیوبمو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم اگه دوست داشتید واسم بذارید، خوشحال میشم. مراقب خودتون باشید، بی صبرانه منتظر اینم که گوریل قزاق رو بهتون معرفی کنم و سماشو با هم دیگه ببینیم توی ویدیو بعدی. پس تا ویدیو بعدی خدافظ. ریبه غذا، ریبه غذا.